امسال اولین سالگرد دختر آبیه که کل حکومت زورش فقط به سحر خدایاری رسید. یادتونه سحر رو معروف شده بود به دختر آبی و الان هم دوستان نزدیکش عکسایی رو برام فرستادن که البته من خودم تا حالا ندیدم. حدس میدارم شما هم تا حالا این عکس رو ندیدین. دختر آبی جرمش این بود که میخواست بره توی استادیوم و تیم محبوبش یعنی تیم استقلال رو تشویق کنه، فوتبال ببینه، ولی انداختنش بازداشتگاه. بلایی به سرش آوردن که رو خودش بنزین ریخت و کبریتو کشید. مشغول زمید اگر فکر بد در مورد مولاوردی و ابتکارشون بکنید، چون اونا کاملا مدافع حقوق زنان بودن، مدافع حقوق خانواده، چشمشون بستن و توی یه سال اصلا نمیگن چی شد، قوه قضاییه چیکار کرد، چه بلایی سر این دختر آوردن. اونایی که حکم دادن کجان؟ سر جاشون نشستن و دوباره دارن حکم برای بعدیا صادر میکنن و به دروغ گفتن سحر دو قطبی بود. البته از نظر اینا هر کسی شاد، پر از انرژی، پر زندگی بیشتر از یک قطب داره. چند قطبیه؟ من به ساعت‌ها مکالمه سحر با دوستانش گوش کردم. یکی بود مثل خود ما، پر از شور و شیطنت‌های شیرین. شما هم یه بخشی از صدا که تنها یادگاریشه توی تلگرام دوستانش بشنوید و باور بکنید که سحر خدایاری ها تکرار خواهند شد تا زمانی که بقیه میگن آروم آروم ما براتون تغییرات میاریم. من نمیدونم، اصلا میدونم که دارم براتون میشه. میخوام صدا تو بشنوم، یه وایس بفرست رو خدا. باز چی میخوای که اینقدر قربون صدقم میدی؟ راستش رو آروم باش رویا، خوب سرده خودتو حفظ کن، دوتا نفس عمیق بکش. سلام، اومدی؟ به نظر تو همه آدم رو بدم. چی شده اعتماد به نفس پیدا کردی؟ قبلا گفتی صدام زشته، صدام زشته، الان همیشه پشت سر هم وایس میفرستی؟ کسی بهت گفته صدات قشنگه؟ راستشو بگو. آفرین، عالی بود. مطمئنی ناراحتی؟ این صدایی تو خوشحالم خوشحال داره. قربونت برم،